از کجا شروع شد؟ من اول ماشین آفرودی تو ذهنم بود، بعد روش تحقیق کردم، دیدم نه به دردم نمیخوره، رفتم سراغ یدکشا، باز رفتم تحقیق کردم، دیدم باز اون به دردم نمیخوره، رفتم سراغ ونا رو یکی یکی چک میکردم، دیدم هدفی که من دارم میخوام ایرانگردی و جهانگردی کنم باید یه ماشین راحت باشه. کامیونت که دیدم دیگه گفتم همینه. تو تبنجی که از دوستان داشت تا دیدمش اصلا کل ذهنم آره کل ذهنم دیگه شد درگیر کامیونت. سلام به شما کمپردارا، کمپرسازا و کمپربازا. اینجا بوشهره و نوبت رسید به یک تراک کمپر، در واقع کامیونتی که اتاق پشتش گذاشته میشه یا وانتی که پشتش اتاق گذاشته میشه و عمدتاً اتصال بین کابین راننده و کمپر نیست رو بهش میگن تراک کمپر. و ببینیم که در واقع مزایا و معایب این خودرو چیه. اگر سوالی داشتید که در فرایند گفتگو ما بهش جواب نداده بودیم میتونید زیر همین پست کامنت بذارید و به شما جواب بدیم. خب هادی جان، اول بگو که سفر از کجا شروع شد؟ چجوری سفر میکردی؟ من خودم هم طبیعتگردم هم کوهنوردم، اکثر قله‌های ایران رو رفتم، یکی قله‌های تمام قله‌های مرتفع از دماوند، سبلان، زردکوه، اشترانکوه، تشگر، بیشتر قله‌ها رو رفتم. بعد این موضوع طبیعتگردی و به خاطر اینکه خانمم همراهم نبود تو ذهنم افتاد که یه ماشینی درست کنم که هر جا میرم که دیگه با خانواده برم. یعنی در واقع مسیر کوهنوردی و طبیعت چون سخت بود نمی اومدی، اصلا دوست نداشت؟ حالا هم میشه گفت دوست نداشت، هم براش سخت بود که مثلا این مسیر را بیاد. بیشتر طبیعت دوست داره، لذت میبره تو طبیعت باشه، تو دل طبیعت باشه. به این خاطر دیگه مجبور شدیم به خاطر دل خانم تو فکر کمپر رفتیم. بعد هدفی هم که برای خودم مشخص کرده بودم، ایرانگردی و جهانگردیم، این بود که حتما یه وسیله خوب مورد نیازم باید باشه که اذیت نشم تو طول سفر. به این خاطر سراغ کمپر رفتیم. اولین گزینه تراک کمپر بود، یه یدکش که در واقع تریلری که بخوای با خودت ببری سفر. آره. یا نه اول آفرود گفتی؟ آفرود، اول آفرود بود، پاترول میخواستم چی کنم، رفتم تحقیق کردم دیدم نه، چیزی که من میخوام نیستش. چرا نبود؟ امکاناتی که نیاز داشتم نمیشد داخل همین مثالت پاترول و این چیزا آفرودا قرار بدیم. رفتیم سراغ یه چیز بزرگتر، گفتیم خب پاترول رو میخریم که به خاطر آفرود یه یدک کشش میکنیم. تحقیق کردم، گفتن حالا تحقیقاتی که خودم انجام میدادم خطر تو جاده و یه خوره دست و پاگیریش و چیزا، اومدیم گفتیم خب ما چه کاریه دیگه. رفتم تقریبا 2 ماه 3 ماه رو ون تحقیق کردن، کمپرها رو میدیدم، میرفتم مثلا میدونستم که مثلا یک کمپری اومده، میرفتم نگاش میکردم. باز چیزی که تو ذهنم بود، یعنی هدفی که داشتم، من گفتم یه 5 سال ایرانگردی باشه، 15 سالم اگر انشالله چی باشه جهانگردی. یعنی این هدف رو از اول برای خودم گذاشتم. دیدم نه، ونم بعد 15 روز 20 روز به خاطر کوچیکی بچه که داریم اینا اذیت میشیم. ساحل تبن بودم، همیشه من یادش میکنم، همیشه هر موقعم تبن میرم تماس باش میگیرم. مهندس امیری یه کامیونت ایسوزو داشتن، رفتم دیدم، اصلا دل و ایمانم و همه چی رو برد. گفتم به خانمم، گفتم این همونی که من میخوام. حالا جالبه بهتون بگم که کاروان بدون هیچ ایرادی شما میتونید پشت ماشینتون یدک بکنید ببرید، بیمه داره و قابل استفاده است. ون اگر پلاکش سفید باشه و کاربریش باری باشه هیچ مشکلی نداره و کامیونه در واقع جزو ماشینای باری هستش که پلاکش عمومیه. بعضیا نسبت به این موضوع چالش دارن. خود من یک کامیونت پلاک عمومی دارم ها. شما رفتی اون مدلی رو انتخاب کردی که یه ذره احتمالاً مسئله قانونی داشت؟ من آره رفتم سوال کردم دیگه کلا زیر من از دوستانی که کامیونت داشتن و هیچ کدوم گفتن اذیت نشدیم تو جاده ها و خیلی همکاری کردن رانندگی تا دیدن مثلا چی هستش و چون پلاک عمومی هستش و باری هستش ما هم مسقف ایزوله یا فلزی میزنی دیگه داخلش کاری ندارن. میدونی اینو من چرا توضیح دادم؟ به خاطر بعضی هست که هنوز ذهنشون درگیره که آقا ما یه کمپری بگیریم یه ماشینی بگیریم که ایراد قانونی نداشته باشه و من میخوام بهتون بگم که اتفاقا ماشینای باری چه پلاک سفید چه پلاک عمومی هیچ معنی قانونی نداره که بخواد تبدیل بشه به کمپر، مخصوصا تراک کمپر که یعنی در واقع قسمت پشت ماشین اتاقی که گذاشتید قسمتیه که بار شما محسوب میشه، فقط اجازه ندارید مسافر سوار بکنید. خطرناک هم هست. باز یه توضیح بدم، اینایی که پشتش اتاق وصل نیست که همون تراک کمپره اصلا پشتش بخوای بشینی خوف وارد می‌داره. درسته؟ تجربهش داشتی دیگه؟ بله چون جلو وصل نیست، خانمم که مثلا عقبه اصلا میگه یه ترسی داریم چون دید جلو ندارن. یعنی الان شما عقب کسی رو سوار می‌کنی؟ نه اصلا برای اینکه تجربه بکنی. آره تجربه یه نیم ساعت همجوری رفتم پشت گفتن رسیدی به کامیونت در واقع ایسوزویی که تراک کمپر شده بود. گفتی میری ایسوزو میخری؟ رفتم بعد به این نتیجه که رسیدم که باید حتما کامیونت بگیرم، رفتم مثل بقیه راه که میرفتم رفتم تحقیقات براش کردم. دیدم تو کامیونت ها ایسوزو حرف اولو میزنه، موتورش خیلی قویه خیلی خوبه و قدرت عجیبی داره. من یه مشکلی داشتم، ایسوزو اتاق جلوش خوابدار نیست. اگر شما دقت به این ماشین کنید یه خوابی داره، یعنی خواب راننده داره، یعنی قشنگ 5 نفر راحت میتونن داخل جلو ماشین بشینن چون ما 2 نفر جلو اون تخت عقبم 3 نفر بشینن. آره به خاطری که ما تراک کمپریم و تو اتاق اجازه نیست و نمیشه نشست، باید یه ماشینی میگرفتم که یا 2 کابین باشه یا مثلا خواب داشته باشه. و توی ماشینه که تحقیق کردی چیا اول تو ذهنت گشت؟ من قبل تو میان کلامتون قبل از اینکه این ماشین فورس رو بگیرم من ماشین جک داشتم. تحقیق هنوز فورس نیومده بود. من ماشین تحقیق کردم اول ایسوزو بود، بعد جک بود، بعد الوند بود، بعد کاویان بود، بعد آمیکو بود از نظر قدرتی موتورش که مزیت و این چیزا نشه که تو جاده گفتیم مزیت نشیم. خب تصمیم گرفتیم جک برداریم. جک هم یعنی فقط بحث قدرت بود یا مسئله مالی هم بود؟ آره الان همین من جک رو که میخواستم بگیرم جک 6 تن یعنی طراحی اتاق و همه چیزی که کردم برای ماشین 6 تن طراحی کردم. زورم نمیرسید. همجورم عقب میافتادم مجبور شدم یک جک 5600 گرفتم. موتور 5600 با 6 تن خیلی فرق میکنه، یه خورده ضعیفه، یه خورده پاشش گازایلش مثلا اذیت میکرد که خود مثلا نمایندگی هم که بردیم گفتن اگر بتونی 6 تنش بگیری دیگه اذیت موتوری نداری. متاسفانه یه 2 تا سفر رفتیم یه خورده اذیت شدیم. فقط ذکر و فکر و این بود که ماشین رو تغییر بدم، ماشین بهترش کنم. یک 1.5 سال با اون ماشین داشتیم سفر میکردیم، حالا به صورت دائم نه، 1 ماه میرفتیم 15 روز میرفتیم. بعد یواش یواش میگه حالا من یه اصطلاح دارم هرچی تو ذهن آدم باشه درست میشه، یعنی همون گیرت میاد. تحقیق کردم یه خورده جمع و جور پولام کردم حساب کردم اون چیزا، دیدم یه ماشین جدید اومده بود به نام فورس، این ماشینی که الان دارم. هم قدرت موتوریش هم گیربکسیش 8 و 6 مثل همه. تو ماشینای جک و مثلا الوند و ماشینا گیربکساش فرق میکنه، ولی تو فورس گیربکسش هم مثل 8 تونه، یعنی قدرتش هم آره که ما خیلی نیاز داشتیم. حالا اونایی که دغدغه کار در سفر دارن، توی این بخش من با هادی درباره کار صحبت میکنم. این نکته هم بهتون بگم، از برج 12 یعنی 2 ماه قبل تقریبا، 1 ماه قبل میشه گفت 28/12 من تسویه حساب کردم، یعنی پایان سال 402 با کار به معنای روزمره خداحافظی کرده و سبک زندگیشو مبتنی بر سفر انتخاب کرده. البته یه سری چالش داره که در مورد اونا هم باز با هم صحبت میکنیم. ببین هادی، گفتی که ایسوزو، در واقع الوند، جک، کاریزان، آمیکو و بعد رسیدی به این فورس. اونا چه مزایا معایبی داشتن؟ خلاصه اگر بخوای بگی، بحث فقط قیمتشون بود؟ بحث مثلا کاریزان یا کاویان چرا نرفتی سراغش؟ کاویان حالا سالی که میکردن از نظر موتوریش و از نظر چیز میگفت یه خورده اذیت میکنه. تو جاده هم که خودتون میدونید اگر ماشین اذیت کنه، حالا سفر خودش چالش‌ها زیاده، خرابی ماشینم اگر مثلا چی باشه باز چالشش خیلی بیشتر میشه. سعی کردم ماشین انتخاب کنم که مثلا از نظر موتوری، از نظر مکانیکیش اذیت نکنه و نتیجه که دیگه گرفتم ماشینا فورس بود که آمیکو چه مشکلی داشت انتخاب نکردی؟ آمیکو گفتن قدرت ماشینش، قدرت موتوریش کمه نسبت به ماشینای. حالا من ماشین خوبیه آمیکو، مزیتی که داره، چون میدونه من آمیکو دارم، داره میگه خوبه. نه آره. راحت بگو. آمیکو مزیتی که داره دماغ جلوه، موتور جلوه، قشنگ میشه به کمپرش کرد، یعنی ارتباط داد. این خیلی خوبه. من اولم تو فکرم همین بود که تنها ماشینی که تو ایران هستش که دماغ جلو هستش که میشه اینجور به صورت کمپر کرد آمیکو. و تحقیقاتی که کردیم، یه ماشینی هم الان ما برای شرکت داشتیم، آمیکو داشتیم، اذیت میکرد، یعنی رابطه خوبی با آمیکو دیگه نداشتیم. با آمیکو دارا چی؟ آمیکو دارا رابطه‌مون خوبه، عالیه. خب پس آمیکو موتور ضعیف بود نپسندیدی، کاریزان یا کاویان رو هم گفتی. الوند چی؟ الوند میگن شتر ایرانی، همه چیش پیدا میشه، موتورش خوبه، گیربکسش خوبه، ولی نسبت به فورس یه مقدار ضعیفتر بود. نسبت به فورس، اگر قبل از که فورس ماشین فورس بیاد، من ذهنم رو الوند و جک بود. جک و الوند موتوراش یکیه، گیربکساش یکیه، ولی فورس که اومد. ایسوزو چی؟ ایسوزو اصلا موتورش به قول بچه ها میگن گرگی برای خودش، اصلا قابل مقایسه نیست موتورش با این موتورهای. این هم البته کامنس آلمانه، 3650 هستش، قابل مقایسه نیست با اون. ولی ما مشکلی که با ایسوزو داشتیم خوابش بود که 5 نفر راحت این ماشین میشه جلو نشست، ولی ایسوزو همین 3 نفر بیشتر نمیشه جلو، ولی خوابم نداره که برای بچه‌ها راحت باشه. ایسوزو فکر کنم تنهایی بشینه که گرونه. آره گرونیش که اصلا بحث جدا. بقیه‌اش هم حسنه. آره. پنجره هامون هم 2 جداره هستش، به صورت 90 درجه باز میشه، بعد یه محافظی باز دوباره روش میاد که برای حفاظت جایی که پارک میکنیم و قفلش میکنیم و از نظر حفاظت کامل باشه. بعضی اینو به خاطر معاینه فنی میزنن، درسته؟ میشه گفت، ولی من بیشتر به خاطر امنیتش زدم. پس اینجوری رفتی یه جک گرفتی، این اتاقو براش ساختی، سفر کردی، دیدی مناسب نیست، رفتی فورس رو گرفتی. بله دقیقاً. در مورد اتاق طراحی چیکار کردی؟ آره الا قبل از طراحی اتاق، من از زمانی که ایده همین هدفم مشخص شد که باید 5 سال ایرانگردی کنم و جهانگردی رو شروع کنم، گفتم خب یه وسیله مورد نیازمه، یه درآمدی تو راه باید داشته باشم و یه همراهی که همیشه با هم باشه خانمم. خب روی این هدفه که تمرکز میکردم، ماشین رو که دیگه یواش یواش طراحی شروع کردیم، کارم هم رفتم کلاس‌های فارکس و بورس و که درآمد یعنی با اینترنتی که داشته باشه راحت بشه من به درآمدی داشته باشم و همراه هم که دیگه رو ذهنش کار میکردم که ما داریم میخوایم بریم این مسیر رو، همراه یه خورده سخته، یعنی جالبه. آره. اصلی ترین بخش ماجرا رو نداره، راه افتاده برای سفر. ذهنیت خانمم یعنی اهل مسافرته. یعنی ببین اینجوری به من بگو، وقتی که رفتی این جک رو خریدی یا بعد تبدیلش کردی به فورس، ایشون علاقه ای نداشت و شما همینجوری داشتی با انگیزه می ساختی؟ نه، علاقه به مسافرت داشت، علاقه به مثلا دوری. مثلا من خب اینجوری برای خودم گفته بودم که مثلا یه تیکه میخوایم بریم مثلا ایرانگردی و جهانگردی، اینجور ذهنیتی برای خانمم درست کردم، یه خورده اذیت میشد. خیلی ها این مشکل رو دارن هادیا، یعنی در واقع خانم دوست نداره بیاد سفر، آقا کمپر دوست داره یا برعکس. تو الان تو اون موقعیتی هستی که بالاخره تونستی خانمتو مجاب بکنی یا نه هنوز چالش داری؟ نه، تقریبا 80% کار رو انجام دادیم خدا رو شکر و همراهیمون داره میکنه. نه میدونی مثل چی مونه، طرف گفتش که 50% حل 50% منحله. آره، هنوز به منحل نرسیدیم. ما فقط یه چالشی که زیاده نیم، مدرسه آتاها هستش، خیلی حساس مادرش رو این. چند سالشه تاها؟ ایشون 9 سالشه. تا حالا مدرسه رفته؟ آره، کلاس سومه مدرسه رفته. یه صحبت‌هایی هم شده با حالا مدرسهشون، انشالله که نتیجه بخش باشه، که 2 ماه مثلا اگر تو سفر باشیم، اگر 1 ماه نیستیم مثلا سفرامون، آنلاین باش کار کنن. یه قولایی بهم دادن ولی انشالله که انجام میشه. برمیگردیم به ماشین و مسائل فنیش، این دوتا موضوع رو بذارید همینجا باز بکنیم. اول من بگم درباره مدرسه در سفر یه گفتگوی کامل ما انجام دادیم تو کانال یوتیوبمون، تو کانال کست باکس میتونید ببینید. با خانم ساناز جباری صحبت کردیم که 3 تا بچه‌ش رو اصلا مدرسه نفرستاده و سفر الانم فکر میکنم چند ماه تو نپال داره با بچه‌هاش زندگی میکنه. یعنی مثلا اون کشور که تموم میشه ایرانگردیاشو کرده، بعد بلند میشه میره یک کشور دیگه با همون 3 تا بچه. گفتگوی من با ساناز رو حتما ببینید، یه سری از دغدغه‌هاتون رو جواب میده. یه موضوع خیلی جذاب برای خود من که واقعا این موضوع دغدغه است، این که چجوری سفر رو مدرسه کنیم. یعنی مدرسه بچه‌ها مانع و چالش برای سفر رفتن یا میشه یه فکری به حالش کرد؟ مدرسه در واقع الان یکی از چالش‌هاییه که متوجه شدی خانمت به این دلیله که سفر نمیخواد بیاد، ولی خودش دوست داره. یه خورده دوری هم هستش که این برای تمام خانم‌ها هستش، دلتنگی خانواده. آره، ولی نه، همراهم بوده تا الان، که تا اینجا که من رسیدم. اگر همراهی نبود اینجا نمیرسیدم. آها. آره، همراهم بوده، دغدغش بوده، بهم میگفته ولی همراهی میکرد. الان تو دغدغه هاشو قبول داری؟ یعنی به عنوان کسی که داری سفر میکنی فکر میکنی مدرسه و دلتنگی واقعیه یا نه فکر میکنی به عنوان یه آقا بیرون گود نشستی میگی نه بابا اینا بهانه است، من درستش میکنم؟ نه، واقعا میدونم که اینجور دغدغه‌ای براش هستش. تو سفرها سعی کردم کارایی انجام بدم و یه جورایی برم جلو که دغدغش کمتر بشه، یعنی مشکلاتمون کمتر بشه. من مثلا سفرامون گفتم مثلا 2 ماه 3 ماه، مثلا اگر یه برنامه ریزی کردیم، یه استان رفتیم، 1 ماه 2 ماه برمیگردیم خونه استراحت کن، مثلا چیز کن، بعد دوباره سفر بعدی رو شروع میکنیم. هر موقع گفتی شروع میکنیم، ولی سعی میکنیم که یواش یواش همجور ارتقاش بدیم، از پله پله شروع کنیم بریم بالا. برای مدرسه چی کار میخوای بکنیم؟ برای مدرسه هم که تابستون که هیچ، کلهم قبول کردن که 4 ماه رو بریم. برای اونم با مدرسه، مدیر مدرسه صحبت هایی کردم، انشالله که قبول میکنن. مثلا اگر 1 ماه هم که نباشه با استادی که داره یا معلمی که داره به صورت آنلاین با آتاها کار کنن زمانی که هستن. توی بخش اول در واقع اون ملاحظاتی که زوج باید داشته باشن، به نظر من باید راهش رو پیدا بکنید، یعنی احترام بذارید به سلیقه همدیگه. این که خانم دلتنگ میشه بگی نه بهانه است، باعث میشه که این چیزی که به این عظمت برای خودش ساخته، 4 سال هم وقتش رو گرفته از زمانی که ایده پردازی کرده، بره رو هوا. پس فکر نکنید که فقط دغدغه‌های شما مهمه. دغدغه‌های تک تک مسافرایی که میان با شما به سفر مهمه، باید بررسی بشه، تحلیل بشه و براش راهکار داشته باشید. اما درباره مدرسه سلیقه‌ای، الان یادم اومد که یه گفتگوی دیگه‌ای من درباره خودم و همسرم و دوستانی که بچه‌هاشون رو مدرسه نمیفرستن یه فایل صوتی تو کست باکسمون گذاشتیم، مدرسه در سفر، اون رو هم ببینید. گرچه ما یه فیلم مستند هم ساختیم به اسم ددرس که 5 سال زندگی ما، خانواده‌ام، دخترم و پسرم بدون مدرسه توی اون مستند بلند هست که حالا شرایط اکران و نمایشش آماده شد بهتون اطلاع رسانی میکنم. یه شیر آب اینجا قرار دادیم که زمانی که بچه‌ها میرن پاشون کثیف نباشه، هم برای دوش بیرونی هم میشه استفاده کرد از این شیر. جا کفشی تو این قسمت در قرار دادیم، 2 تا باندم قرار دادیم برای سیستم صوتی. دوربین مداربسته، 4 طرف ماشین دوربین داره که زمانی که جایی پارک میکنیم دوربین ها روشن میکنیم که بدونیم از نظر حفاظتش برامون مهمه، یا شب میخوابیم جایی که مثلا چیز هستش از دوربین ها استفاده میکنیم. یه باکسی زیر تخت قرار دادیم که درش از بیرون هستش برای گذاشتن چراغش، من بزنم، برای گذاشتن وسایل از میز و سایبون و منقل و یه باکس بزرگی اینجا تعبیه کردیم، وسایل اینجا میذاریم. یه جعبه اینجا داریم که اتصال داره جایی که موتورسیکلت اینجا قرار میگیره. یه درم از اینجا قرار دادیم که اگر چیزی لازم داشته باشیم از اینجا برداریم که اذیت نشیم. 20 لیتری چی بود؟ 20 لیتری آبای زاپاس هستش که داریم اگر تو راه چیز بشه. باز اینجا هم یه چراغی گذاشتیم که نما از اینجا روشن باشه، یه چراغ کوچیکه، یه چراغ بزرگم از اون قسمت داریم. باکس کپسولای گاز و وسایل مورد نیازمون اینجا قرار دادیم. این قسمت به خاطر لوله آب تو دست و پا بود من یه چیز آتشفشانی قرار دادم و کشیده میشه و راحت آب جایی که منبع خالی هستش از اینجا آب پر میکنیم، لوله تو دست و پا نیست. منبع آبمون هستش، عایقش کردیم که برای گرم و سرما اذیت نشیم. حجم منبعمون 330 لیتره و از آلومینیوم استفاده کردیم که به خاطر خرابی آب کمتر باشه. این قسمت آشپزخونه بیرونیمون هستش، باز میشه به صورت ریلی میاد بیرون، لوله آبمون وصل میشه. اینجا برای تخلیهش باز یه چیز داریم و یه چراغات دوشیله اینجا قرار دادیم. خب کار در سفر قبلا چی کار میکردی که بعد چی شد تصمیم گرفتی؟ خیلی مهمه ها. یهو بیایی به خانمت بگی که خب من کارمو تعطیل میکنم بریم سفر، همینجوری بود؟ اینجوری بود ولی چند سال مثلا همین درگیری داشتیم که میخوام این برنامه رو انجام بدم که دیگه امسال خدا رو شکر پذیرفت. اخوی من حقیقتش شرکت اخوی تحویلم بود، مدیر شرکت بودم، 13-14 تا نیرو داشتیم، 13 سال اونجا مدیریت میکردیم. یعنی 1 سال اولش اخوی نبود، 12 سال دیگهش تحویل خودم بود کامل. به جرئت میتونم بگم 95% افراد این کار رو انجام نمیدن. با این درآمد و این شغل خوبی که من داشتم ول نمیدن که بیان مثلا به سفر برسن. این دلیه، سفر عشقه. بعد ببینم این کاری که جدا کردی مثلا یه چیزهای اندوخته داری، خونه، مال، منال، یا نه اونا رو هم ریسک کردی؟ نه، من آدم ریسک پذیر زیاد نیستم. یه درآمد ثابتی برای خودم در نظر گرفتم که همین بورس و آره در واقع یه کار دیگه هم گفتی داری انجام میدی. آره یه کافه کوچیکی هم با افراد، جایی که بکره، جایی که هیچی نیستش، جایی که موتورسیکلت قرار میدیم، یه کافه کوچیکی هم 2 تا دستگاه به روز آوردیم، یه کافه کوچیکی هم راه انداختیم. خانمم کیک درست میکنه و خوبه، سرگرم. آره، هم سرگرمیم هم آدمای گذشته از درآمدش. آدمایی که میان سفر نسبت به آدمایی که خونه میشینن انرژیشون بالاتره. مثبت‌تر فکر میکنن. باز اونایی که جای بکرتر میان مثلا یه خورده سخت‌تر میکشن، باز اونا انرژیشون باز بالاتر از اونایی که مثلا شهری سفر میکنن هستش. ما جای بکر میدیم. یه لذت خاصی داره آقا صادق، با بچه‌هایی که میان صحبت میکنی یه انرژیایی بهتون میدن که اصلا حال دلت همون روز شارجی. اصلا با خانم هم میشینیم نیم ساعت 45 دقیقه مثلا بچه‌هایی که انرژی مثبت بالا دارن میشینیم صحبت میکنیم، اصلا یه حال خیلی خوبی داره. یه کار دیگه هم فکر کنم انجام میدی، یعنی در واقع یکی بورسه به این کسی که میخواد بیا 4 سال روی این موضوع برنامه‌ریزی کرده که چه خودرویی انتخاب بکنه، چه جوری بسازه، رو کارش هم فکر کرده. 2 تا کارشو گفت، 1 بورس، 2 کافه، سومی من حقیقتش چون خودم به صورت عمده کار میکردیم و بازاریابی میکردیم، بازارهای فرامنطقی میخوام کار کنم. بازارهای فرامنطقی هم به صورت بازاریابی، هم یه بازارچه انشالله میخوام راه بندازم. شهر به شهر که میخوام برم محصولات برم تحقیق کنم، ببینم این شهر چی داره. مثال میزنم، همین شهر خودمون حلوا مسقطی داره، حلوا مسقطی لار معروفه. با چند تا شرکت، مثلا شرکتایی که خوب باشه، قرارداد میبندم. شهر به شهر که میرم حالا یا براشون بازاریابی میکنم، بازارهایی که بتونم تمام شهرها کار کنم. یعنی روی محصولاتی دارم کار میکنم که فرامنطقی باشه، یعنی تو هر شهری من بتونم بازار براش کسب کنم. و یه بازارچه کوچیکی میونه صحبتتون تو خود اینستا انشالله میخوام راه بندازم که بتونم به طور مستقیم هم دست بچه‌هایی که ما رو دنبال میکنن برسونم. خیلی کارا میشه کرد، یعنی شما وقتی پا تو سفر بذارید. فقط تو همه این صحبت ها میخوام اینو بگم که ریسک نباید بکنید، هیجانی بشید، خونتو بفروشی بری کمپر بگیری، این کارو کردن ها، ولی من اصلا توصیه نمیکنم. یه حداقلی رو برای خودتون در نظر بگیرید اگر قرار زندگی مبتنی بر سفر باشه. اگر سفر بخشی از تفریح شماست، قصه فرق میکنه. آقا من یه اندوخته دارم، ماشینمو تبدیل میکنم به یه کاروان کمپر مسافرتی، میرم سفر میام زندگیمو دارم. ولی این مدلی که مثل هادی و خانوادهش تصمیم گرفتن زندگی در سفر داشته باشن که هنوز چالش دارن و دارن بالانس میکنن به اون اتفاق برسه، کار قابل حل، کلی ایده میشه براش پیدا کرد. خودرو رو هم که گفت، فقط بحث طرفشون همسر هست که به نظر من به این راحتی نمیشه تو گفتگو باز کرد. یعنی خیلی بحث طولانی تر از این حرف هستش که زوج بهتر میتونن با هم گفتگو بکنن و مسئله رو حلش بکنن. بریم سراغ گفتگو درباره ماشین. فقط یه نکته بگم، از اول گفتگو اینقدر هادی مؤدب مرتب نشسته و داره حرف میزنه، چش تو چشش خانومش نشسته. یعنی اگه دست با خطا بکنه ممکنه سفر از دست بره. سعی میکنه حرفایی بزنه که خیلی در واقع حساب شده باشه، ولی واقعا ما الان 2 روز کنار هم هستیم، یه سری از دغدغه‌هاشون من متوجه میشم. ما حالا 10 سال پیش این تصمیم رو گرفتیم، دینا وقتی 3 سالش بود و سفر رو شروع کردیم. الان که نشستیم با هم حرف میزنیم میبینیم دقیقا همون دغدغه‌هایی دارن که ما هم داشتیم، ما پشت سر گذاشتیم. اینا هم زمان لازم دارن تا پشت سر بذارن که به بعدیا این تجربه رو انتقال بدن. خب هادی، در مورد این خودرو بگو کجاییه؟ خود ماشین که شرکت بهمن دیزل فورس، اتاقش در مورد خود کاروان، یعنی اتاق پشتش، ما یکی از دوستانمون تو شیراز صدرا، مهندس بهروزی، خیلی انسان خوب و چجور بگم خیلی پسر خوبی بود. حالا من به خانمم چندین بار گفتم آقای بهروزی اومد که ماشین ما رو تقریبا درست کنه و بره. البته ایشون به خاطر استقبالی که نشد تعطیل کردن، کوچ کمپر بودن. ما کارا رو تقریبا اونجا انجام دادیم. طراحیش رو از زمانی که تصمیم گرفتم حدود 6 ماه تا 7 ماه درگیر طراحیش خودم بودم، یعنی تک به تک چیزایی که نیاز داشتم، چیزایی که میخواستم تو این ماشین طراحی کردم، از سایت و از حالا اینستا و اینستای خارجی و چیزها گرفتم که چیزی که باب دل خودم باشه، چیزی که مد نظر خودم باشه و نیازم هستش توش پیاده بکنیم. باکمون عرضم بزرگتون خودش 200 لیتری بود، ما کردیمش 410 به خاطری که تو جاده اذیت نشیم و آلومینیومی انتخاب کردیم که کثیفه گازوئیل نداشته باشیم از باکه. این جعبه ژنراتور ما قرار داره، ژنراتور 3500 بی صدا گرفتیم که زمانی که برق نیاز داشته باشیم، برق اضطراری نیاز داشته باشیم، از این ژنراتور استفاده میکنیم. باید بیاریش بیرون روشنش کنیم؟ بله، باید میاد بیرون، قسمت گرفته میشه، میاد بیرون و استارت میخوره. این دبه رو هم گذاشتیم جایی که مثلا آب ریتخونه هستش، به خاطر سرش بزرگه، سری میزنیم آب، اگر جایی که نیاز داشته باشیم سری آب جمع کنیم، اینو به این خاطر گذاشتیم. این باکس وسایل ماشین، از سیم بوکسل بگیرید تا کلا وسایل تجهیزات، جک و همه چیز ماشین قرار دادیم. این منبع سیامون هستش که یه سیفونی براش تو این قسمت طراحی کردیم که یه جور بوگیر باشه. از این قسمت تخلیه‌اش هم به صورت دستی کار کردیم که اذیت نشیم. این قسمت هم یه لوله هوا گذاشتیم که بو داخل مخزن جمع نشه و گاز تو مخزن جمع نشه، از اون قسمت بیرون میره. بعد این بو رو نمیده داخل کابین چون زیر ماشینه؟ نه اصلا تا حالا که اینجور اتفاقی نیفتاده، چون کامل ماشین عایق کردیمش. از این حلقه هم 2 تا من گذاشتم، یکی این ور یکی اون قسمت، برای زمانی که شستشو داریم اینا لباسای خیس و اینجا آویزون میکنیم، تناب کشی میکنیم که دیگه نیاز نباشه به چیزی وصل کنیم، به خود ماشین وصل میشه. یه نکته از ماشین زود گذشته. خب بهمن دیزل مشخصات فنیش چیه؟ مثلا ترمزاش بادیه، چه آپشنایی داره؟ آره. بهمن دیزل موتور 3650 هستش. عرضم به حضورتون ترمزاش بادی هستش، خیلی خوبه، کروز کنترل داره، صندلی‌هاش خیلی راحته به صورت بادی کردن و 2 تا جک زیرش هستش، خیلی نرمه و سواریش میشه گفت، من میگم مثل پژو هستش، خیلی راحته، نرمه. صدای موتور، حرارت موتور چی؟ نه ایناش شرکت، واقعا شرکت خوبی هستش از نظر کیفیت داخل اتاقش و صداش و اینا عالی و قدرتش هم واقعا خوبه. بعد این یه سیستم جدید ادبلو هم داره، اوناش هم وصله؟ ادبلوش هم آره، ادبلو سیستم ادبلو چیز محیط زیست دارن، ولی بعضیا مثلا به خاطری که قدرت ماشین بالاتر بره ادبلوش آره قطع میکنن. این قسمت هم جای قرار دادن موتورسیکلتمونه، یه میزی به این صورت پشت قرار داریم به صورت اوریبه، یه زامنی داره اینجا زامن گذاشتیم که به خاطر بگیرتش و قشنگ میز میاد. پایه داریم قسمت، هم برای موتور اومدن استفاده میشه و هم کردیمش تازگی، کردیمش میز کافمون. این قسمت به صورت بزرگتر که باز بشه، راست باز میشه، موتور چجوری میاد بیرون؟ موتور یه وینچ قسمت داره، وینچش اومدم کنترلیش کردم، قشنگ به سر جلو یه قلاب درست کردم وصل میشه، راحت موتور رو میکشه بالا و میاره پایین. الان در واقع کمپ شما چه امکاناتی داره؟ کمپر ما از سیستم خنک کنندش اسپلیت داره، حدود 3 تا پنکه داره داخل که به خاطر چون اکثرا جایی که ما میریم نسبت به آب و هوا و چیز میریم پنکه خیلی زیاد استفاده میشه نسبت به کولر و من هم پنکه 220 دارم برای سالنش و برای هر خوابم 2 تا پنکه در نظر گرفتم. پنکه پورتابل هم داره، کلکسیونر کم پنکه، هادی پنکه. به اسمش رو بذاریم افرا پنکه نه افرا کمپر. خیلی نیاز میشه، یعنی موقعی که هوای داخل خوب باشه، مطبوع باشه دیگه آدم لذت میبره. برای گرمایش هم من 3 تا بخاری در نظر گرفتم، یکی بخاری درجا هستش، یه بخاری ژاپنی که گفتیم اگر او کار نکرد و اسپلیت هم که زمانی که گرفتیم 7000، یه نکته خیلی به زور گیر میاد این 7000 به خاطر مصرف برقش، خیلی مناسبه برای کمپرها اسپلیت ها و 2 منظور از هم بخاری هستش هم کولر هستش. این از بخاریش. سیستم برقیش من از پنل خورشیدی استفاده کردم. قبلا 2 تا پنل خورشیدی پلی داشتم، دیدم هوا که ابری میشه زیاد شارژ نمیکنه یا یه مقدار سایه روش باشه شارژ نمیکنه. اومدم یه پنل دیگه پلتی برداشتم، یعنی اضافه کردم، اون دیگه کامل شد. یعنی من 3 تا پنل خورشید دارم، 2 تا پلی، یه مولتی و 2 تا هم کنترل شارژ که بتونه باتریامو شارژ کنه. باید حتما 2 تا کنترل شارژ باشه که جدا کار آره کنه. اونجوری آسیب میبینه، 2 تاش نمیشه به هم داد دیگه. حالا من نمیدونم واقعا این مونوکریستالایی که میگن تو فضای ابر در واقع پولیا ابر و آفتاب کار میکنه، مونو مثلا مختص فضای تکیش هست، راندمانش هم واقعا فرق میکنه. واقعا من تاثیرش رو دیدم. من کم می آوردم، برق کم می آوردم، مثلا جایی که سایه بود یا مثلا هوا ابری بود کم می آوردم. از زمانی که این زدم، اینو اضافه کردم، خیلی راحت شدم، خیلی راحت. هادی جان در مورد ماشین یه چند تا سوال یادم رفت. الان این ماشین صفرش تولید میشه درسته؟ آره، فورس. پس مدلش هنوز وجود داره. آره. ظرفیتش هم که باری اینی که داری تو کارتش چی نوشته کاربریش رو چند تونه؟ من مسقف ایزوله 6 تن هستش. مسقف فلزی یا ایزوله؟ ایزوله زدم من. چرا ایزوله؟ چون ما کلا سیستم ساندویچ پنل استفاده کردیم. چه جالب. آره مسقف ایزوله زدیم و من الان کاری که انجام دادم برای ماشین، برای پنجره اگر شما دقت کنید یه محافظی گذاشتم، یعنی اول پنجره 2 جداره بسته میشه بعد محافظه بسته میشه، اصلا مشخص نمیشه هم از نظر امنیتش که یه جایی که وای میسونیم پارک میکنیم مثلا میخوایم بریم بازاری بگردیم یا مثلا چیز باشه امنیتش بالا میبره به خاطر فلزی هست. یه چیزی بهتون بگم، کاربری ماشین خیلی مهمه. مثلا یه وقت نرید ماشین باری بگیرید کاربریش چادری باشه بعد تبدیلش بکنید به کمپر، زمانی که میرید معاینه فنی بگیرید باید یه چادر خیلی بزرگ رو کل اون کمپر بکشید، اصطلاحاً تو وارد اون دوربینای معاینه فنی میشه بعد ماشین چادری ببینن. بنابراین این چیزی که ایزوله است من خودم هم جالبه نشنیده بودم، یعنی یه جوری نه یخچاله، چون اگر یخچال باشه باید یخچال هم داشته باشه بر معاینه فنی، ولی ایزوله رو من اولین بار دارم میشنوم، یعنی تو کارتش زده ایزوله. آره مسقف. بعد چرا انتخاب کردی که ساندویچ پنل باشه؟ مثلا نرفتی کامپوزیت بکنی، نرفتی ورق کار بکنی یا فایبرگلاس؟ من حالا برای اتاق از آقای بهروزی که مشورت میکردیم و آقای قزوینی، آقای رضا قزوینی جا داره من اینجا ازش تشکر کنم، واقعا خیلی کمکم کردن. با رضا ما یه گفتگو هم گرفتیم، باز اونم میتونید ببینید تو بحث کمپرسازی ما 2 تا گفتگو داشتیم، یکیش آقای رضاست که اون گفتگو رو میتونن آره. ببینید. دستمزد تجهیز کمپر بر چه اساسیه؟ معیار خاصی داره؟ رادیو کمپر آقا رضا واقعا یکی از مردای عالم هستن، من خیلی دوستشون دارم. هر موقع تماس گرفتم، اگرم جواب ندادن کاری داشتن خودشون تماس میگرفتن، یعنی خیلی کمکم کردن تا ماشین رو جمع کردم. و آقای بهروزی با هم که صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که هم برای عایقش که عایق بودن ماشین و خودم هم ما کارخونه فوم داشتیم دیگه، میدونستیم عایق ماشین خیلی مهمه برامون، هم سر و صدا هم گرما سرما. نتیجه گرفتیم که از ساندویچ پنل 4 سانتی استفاده کنیم و ورق 2 سانتی پولی استایرن دانسیته 40 که دیگه کامل عایقمون کامل باشه. هرچی این دانسیته بالا بره رو بحث صدا در واقع تاثیر میذاره، یعنی دانسیته بالا بذارید آکوستیک صدا، یعنی صدا رو کمتر انتقال میده و فضای سکوت بیشتری دارید. یه نکته دیگه این که در مورد اتاق صحبت کردی، خب وقتی ساندویچ پنل انتخاب میکنی اون جاهایی که میخواستی پنجره در بیاری، شاسی بدی که کمد بهش وصل بکنی، اونا رو بیرون کار دوباره طراحی کردی یا تو خود اون جا دیده بودی؟ ما برای داخل طراحی داخل که مثلا کابینت توی چیزا بود قوطی کشی کردیم. جلوی در واقع. آره قوطی‌های صنعتی استفاده کردیم که خیلی سبک هستش، قوطی‌های صنعتی که استفاده می‌کردیم و خیلی هم محکم میشه نسبت به، حالا من نظر شخصیمه اینه که نسبت به چوب و این چیزا باید یه چیزی باشه آدم سخت و محکم که مثلا جاده‌های ما. من الان تهران با این ماشین اومدم، یه ذره بادش بیشتر بود، انقدر جاده داغون بود جلو بندیم به صدا افتاد. حالا شما فکر کن قسمت عقب، گرچه واقعا تجهیزکارا نظرهای متفاوت دارن و بعضیا قطی رو رد میکنن، منم شاسی کشی داخلیم قطیه، روی اونا اومدم چوب رو پیچ کردم، ولی بعضیا مثلا میگن آقا اصطلاحاً همین تخت سلا پلی‌وود و پلای‌وود داره که حالت چوب یا پلاستیکه، اونا رو هم میگن آقا اوکیه. این دیگه تجربه است. من از قوطی استفاده کردم، شما از قوطی دارید. آره من از قوطی استفاده کردم. آره. و راضی هستم. الان حدود 3 سالی که تموم شده کمپر و اینور اونور رفتیم، اصلا یه صدا نمیده داخل. داخلش که نیستی که شما جلو نشستی. شما نگاه کنید ماشین که تکون میخوره یا مثلا چی، اصلا سر و صدایی نداره ماشین ما. سیستم صوتی و کنترل ماشین دوربین مدار بسته از این قسمت از این باکس هستش و چیزایی که ما 220 استفاده کردیم این پنکه و تلویزیون و فرگاز هستش، هودمون هستش، 220 استفاده کردیم. چقدر باتری داریم؟ ما 3 تا باتری 100 آمپر داریم و یه اینورتور 3000 سینوسی، بله کاریسپا، و راضی هستم خدا رو شکر. یه میز اینجا تعبیه کردیم که به خاطر زمانی که از قسمت آشپزخونه استفاده میکنن کمکیشون باشه. یه گاز 3 شعله، این قسمت عود استفاده کردیم براش، قلف غیر از که خودش قلف داره قلف‌های دستی هم زدیم. یه کشو ادویه هم زیر دقیقاً گاز قرار دادیم. یه فرگاز هم به صورت گاز هم به صورت برق استفاده میشه. یه سوپرمارکت هم این قسمت بغل گاز قرار دادیم. روشویی این قسمته و آبچکون رو خودم طراحی کردم، چون قسمت بالا یه خورده دست نمیرسید، اینجا طراحی کردم از این قسمت که راحت باشه خانم. و زیر این قسمت هم وسایل گاز و آب شیرین و اینجا هم وسایل مورد نیاز تو کابینت این قسمت و کلا هم به صورت جک و قلفش هم مگنیتی هستش. این قسمت هم یه یخچال 12 ولت 9 فوت هستش استفاده کردیم که وسایل حالا مورد نیازمون اینجا قرار میدیم. یه کشو باز وسایل اینجا قرار دادیم، یه کشو دیگه پایین برای قابلمه و وسایل اینجا قرار دادیم. من اومدم برای حفاظت ماشین از 5 تا وسایل اطفای حریق استفاده کردم، 2 تا از توپای اطفای حریق استفاده کردم، کپسول تو جعبه موتورم استفاده کردم، تو قسمت خود ماشین و داخل کابین ماشین از کپسولای آتشفشانی استفاده کردم به خاطر اطفای حریقش. یک کمد لباس آویز به خاطر خراب نشه، یک کمد اینجا قسمت قرار دادیم که لباس های آویزمون تو این قسمت گذاشتیم با وسایلی که این قسمت سرویس حمام دستشوییش هستش. از توالت خردکن استفاده کردیم، البته دستیش. 5 و 6 میکنیم که همه اون سوالایی که مطرح شده رو بپرسیم. پلاکش که زرد و عمومیه. بعد آها برای رانندگیش مشکلی نداره، یعنی مثلا کارت هوشمند داری؟ آیا مجوزی باید دستت باشه چون ماشین باریه یا نه؟ من برای گواهینامش که پای 2 جواب میده. آها. چون 6 تنه، زیر 6 تن، از 6 تن به پایین پای 2 دیگه پای 1 نمیخواد. برای سهمیه گازاییل هم من شهرداری کاربری داخلی زدم و سهمیه گازاییل دارم بدون کارت هوشمند. ماهی چقدر بد میدن؟ ماهی 600 لیتر بهم میدن، ولی اگر 640 لیتر اگر کاربرگ یک سیستم کاربرگم بزنید یه مقدار اضافه میشه. ابعاد اتاقی که الان داری چند در چنده؟ الان ابعاد اتاقمون 220 در 5 و 40 هستش. قبلا که رو ماشین جک بود 220 در 4 و 70 بود. خیلی جالب. اون قسمت جلوی در سفیدی است بعد در واقع پنجره، این قسمت رو بعدن اضافه کرده، یعنی برای کامیونت جک که اتاق رو ساخته تا اونجا بوده، اتصال داشته به اتاق، نه اینکه راه داشته باشه، تقریبا نزدیک به اتاق بوده. بعد که ماشین رو عوض میکنه میبینه شاسی بزرگه، یه اتاقه که دیگه درست میکنه که 2 تا کاربری داره، یه اتاقه که در واقع واسه موتورسیکلت هست جا زده، یکی هم لوازم کافه است. الان هم که تاها و دادمر پریدن رفتن بالا، امیدواریم یه ذره سرسوداشون کمتر بشه. ما 2 تا تخت، یه 2 خواب این قسمت داریم، یه 2 خواب هم قسمت بالا هستش. یه پنجره ما اینجا داشتیم قبلا که ماشینم جک بود، رب داشت به جلو ماشین، بعد جای یه موتور اینجا قرار دادم دیگه، الان ربط نداره به کابین ماشین و پنجره اینجوری هستش. از این پرده ها استفاده کردیم، پرده های ساختمونی هستش به صورت کوچیک که زمانی که نیاز داشته باشیم، و پشه بندی هستش که در این قسمت استفاده میشه. به صورت پنجرمون باز میشه. اینم میز نارخوری مونه. این قسمت میز نارخوری به صورت جکی هستش، جمع میشه. این قسمت حالا میخواد جمعم کنم؟ نه اوکی. جمع میشه و این یه میز دیگه درست کردیم از این که اینجا موقعی که نیاز نداریم اینجا قرار میگیره. حالا میز رو من میتونم بذارم. میز قشنگ میره. یه تختی باز این قسمت میشه. اینجا قرار میگیره میز که به صورت یه تختی باز یه نفر میشه راحت، البته میز رو جمع میکنه. تعمیرکار و نمایندگیش چجوریه این ماشین؟ ماشین مال شرکت بهمن دیزله. بهمن دیزل هم نسبت به شرکت ها دیگه خیلی قوی تره، همین شرکت ایسوزو هستش و اکثر جاها که مثلا من تو مسیر که می اومدم کنگانم نمایندگی داشت، اونجا روغنش رو عوض کردم. قطعاتش فراوونه یا نه؟ قطعاتش هم الان یه مثالی من برای خانمم میزنم که میگفت چه جور ماشین، میگم بهمن دیزل مثلا اگر ببخشید جک اگر مثلا سالی 1000 تا تولید میکنه ماشین، بهمن دیزل مای سالی 10000 تا، یعنی 10 برابر، چون شرکتش بزرگه و امکاناتش راحت پیدا میشه، هم از تعمیرش هم از وسایلش. سوختش مصرفش چقدره؟ مصرفش چیزی که امتحان کردیم هر 100 کیلومتری 18 لیتر مصرف داره. بعد الان با توجه به اینکه این مدلی اتاقشو کمپر کردی، اگر بخوای بفروشی خرید فروشش راحته؟ ما برای یعنی با کمپر بفروشم. آره اسم فروش برام نیاد. اصلا دلم نه، آخه یه نفر شاید بخواد این کارو بکنه، میدونی؟ نگفتیم تو بفروش. آقا هادی ماشینشو نمیفروشه، ماشینشو از همه بیشتر دوست داره. هر کی هم با ماشینش مشکل داشته باشه از سر راه ور میداره. خوبه؟ خب خیلی، یعنی برای ماشین واقعا زحمت کشیدم، شب و روز نداشتم برای طراحیش، برای ساختش، تک به تک کاراش که انجام میدادم خیلی علاقه بهش دارم. همجوری شوخی هم برای فروشش خیلی چیز نمیکنم، ولی فروش ماشین، خرید فروش ماشین، خود ماشین راحت هستش. اتاق ما هم تراکمپر راحت میشه برداشت، ماشین خالیش هم فرو. و باهاش چه جاده‌هایی رفتی؟ یه جاده‌ای منو فرستادم، تقریبا جاده آفرودی هم با همین فورس رفتم که میگم قدرتش و توانش خوبه. یه جاده رفتم که بعد که متوجه شدیم فقط ماشینای آفرود میرفتن. این قسمت که ادبولی ماشین هستش، این قسمت هم باتری ماشین گذاشته و هواکش ماشین این قسمت هستش. اون قسمت هم اسپلیت ماشین قرار داریم برای کولرش. اون قسمتی هم که باز کردیم به خاطری که هوا رد و بدل بشه و اذیت نشیم، در رو دیگه هر ساعت باز و بسته نمی کنیم. قسمت پایین ما تاسیساتمون کلا این قسمت قرار دادیم، یه در داره، آبگرم کنمون این قسمت قرار دادیم و تاسیسات برقمون کلهم این قسمت هستش، از کنترل شارژ، باتری و اینورتور رو برای تک به تک کارامون هم فیوز گذاشتیم به خاطر حفاظتی که داشته باشیم. چرا دو تا کنترل شارژ داریم؟ به خاطر اینکه ما دو نوع پانل داریم، دو تا کنترل شارژ گذاشتیم که گفتن مشکل گیر میکنه، تداخل نداشته باشه، ولی شارژی که میکنه دیگه قسمت خروجیش مشکلی نداره، فقط ورودی به خاطر دو نمونه پانلی که استفاده میکنیم. و این قسمت هم توپ آتش قرار دادیم که خدای نکرده اتفاقی اتصالی چیز بشه و ما متوجه نباشیم، خودش توپ آتش عمل کنه. آب گرم کنمون از مدل بوتان جرقه استفاده کردیم و هر موقع نیاز داریم آب گرم استفاده کنیم، چون برق وصله، این فیش رو وصل میکنیم و آب که باز بشه خودش خود به خود روشن میشه. برقش 220 داره؟ آره برقش 220. این قسمت هم از پشه بندای مغازه‌ای استفاده کردیم به خاطر پشه و چیزا. سیستم برقمون که توضیح داریم اون قسمت، کنترلش از این قسمت، ضبط، چراغ خواب، پمپای آب، آب شیرین کن، دوربین و کل کنترل ماشین از این کلیدا و تک به تک از فیوز استفاده کردیم به خاطر امنیتش. هادی به نظرت ویژگی کمپر تو چیه؟ تراک کمپر چه چیز ویژه‌ای داره؟ از نظر خودم که همش ویژه است. کمپر ما حقیقتش کلا دوربین مدار بسته داره، فرگاز داره، تاسیساتش یه جور طراحی کردم که یه جا هستش، از موتور سانترال و اسپلیت و دیگه آب گرم کنش و برقش همش یه جا قرار دادیم. موتور جای قرار دادم که اصلا مشخص نیستش به خاطر امنیتش. موتورسیکلت، آره موتورسیکلت همون. بعد آشپزخونه بیرونی که داریم خیلی جای، چون ما بیشتر تو طبیعت که میریم بیرون نشستیم استفاده میکنیم از آشپزخونه بیرون، خیلی استفاده میشه و همین. همه چیز ماشین جالبه. دوربین مدار بسته گذاشتی، مصرف برقش زیاد نیست؟ نه خیلی، اتفاقا 220 یعنی نیومدم به 12 تبدیلش کنم. نه مصرفش اصلا خیلی کم. بحث معاینه فنی و بیمهش چی کار میکنی؟ بیمه که هر جا رفتیم بیمه رو قبول نکردن، فقط اتاق ماشین رو قبول کردن. الان اتاق ماشین رو بیمه کردن، بیمه بدنه و بیمه ثالث که در واقع برای باری داره. آره بیمه ثالث هم از خود شرکت بیمه کرده بودن، چون من این ماشین 402ه. البته اینو بگم ما بیمه آسیا شنیدم یه توافقی با کانون کلوپ ماشین مسافرتی انجام داده که شما بخش کمپر ماشین رو هم میتونید بیمه بکنید، یعنی یه درصدی محاسبه میکنن. شما مثلا میگه آقا ارزش اتاق من 1 میلیارده، اونا یه درصدی رو محاسبه میکنن و بیمه بدنه برای بخش کمپری قضیه صادر میکنن، چون تازه از نو هست احتمالاً یه سری مسائلی داره، ولی از هیچی بهتره. بیمه و معاینه‌اش چیکار می‌کنی؟ بیمه که من اتاقو قبول نکردم، فقط ماشین، خود ماشین رو بیمه کردم. برای معاینه فنی هم که فعلا با این نرفتم، ولی ماشین جک 2 بار اون که رفتم اذیتی نشدم. هادی این پنجره‌هاتو که روش یه کاوری اومدی گذاشتی بپوشونی، به خاطر معاینه فنی این کارو کردی؟ هم به خاطر معاینه فنی هم به خاطر حفاظتی که داره، خیلی خوبه. حالا این دیدم من واقعا اتاقای دیگه هم که میان رو پنجره‌هاشو میپوشونن که بخوام برم معاینه فنی بگیرم. من حقیقتش یه باوری دارم این یه نیازیه که تو جامعه ایران هم رو به رشد و توسعه است. زمانی که میخواستم اتاق رو بسازم باورم این بود که باید انقدر اتاق رو تابلو بسازم که پلیس رو به زحمت نندازم بخواد بپرسه این چیه، بدونه واقعا این چیه. معاینه فنی براش سوال نشه این چیه، بدونه واقعا این چیه. و با این در واقع دست به دست هم دادن ها، چه تجهیز کننده ها و اتاق سازها و کمپر سازها، و چه عزیزان دست اندرکار در پلیس راهور، معاینه فنی، در واقع بتونیم کمک بکنیم که یه حال خوبی به جامعهمون سرایت بکنه. داشتن کمپر یعنی توسعه گردشگری، گردشگری یعنی توسعه اقتصاد مالی جوامع محلی کوچیک و بزرگ. اینجا هم جای نشیمنمون هستش که شب اگر دوست داشتیم اینجا چیز کنیم. این لوله هم که استفاده کردیم هم برای سایبون استفاده میشه، هم این قسمت که قرار دادم ما یه تقویت آنتن گرفتیم، به خاطر بازار مالی کار میکنیم، آنتنمون قوی باشه. جایی که آنتن ضعیفه این گیرندش رو این قرار میگیره و اینجا قسمت آخر همش به صورت پیچ قرار دادیم، پیچ میشه که دیگه اذیت هم نشیم. اینجا میچرخه و هم از سایبون هم از آنتنی که نیاز داریم استفاده میشه. این سفید رنگم یه تقویت آنتن گرفتم که براتون توضیح دادم. آنتن بالا یه گیرنده وصل میشه، یه مرکز آنتن، و اینجا هم این قسمت هم فرستنده هستش که به شعاع پنجم دور ماشین تقویت میشه خط آنتن. خیلی ممنون. اگر سوالی داشتید برامون کامنت بذارید. باز هم ما درباره تراک کمپر برای شما برنامه تهیه میکنیم، ولی خب این توی کامیونت ها یک تراک کمپر واقعی بود، چون مثلا ماشین خود من هم کامیونتی هستش که اتاق رو متصل کردم، اصطلاحا بهش میگن موتور هوم یا اوتو هوم، ولی اینی که جدا شده دیگه تراک کمپره. و در مورد مزایا و معایبش هم که سعی کردیم اون چیزایی که حالا پرسیده بودید و به ذهن من میرسید از هادی بپرسم. نکته‌ای هست که بخوای از تجربه این مدل کمپر به مخاطب بگی که جزو مزایا یا معایبش باشه؟ نکته خاصی حالا نمیدونم. مثلا اگر بخوای یه عیبی برای این ماشین بذاری چی میگی؟ همین اتصال که نداره. به جلو ماشین یه عیب بزرگ بودنش تو شهر یه خوره عیب هستش، ولی راحتیش مزایا خیلی داره، معایب همین دوتا دیگه خیلی دیگه نگه داره. از ما قبول کرد. خیلی دم شما گرم. رادیو کمپر رو به علاقه‌مندان به سفر معرفی بکنید. ما سعی میکنیم توی هر گفتگو یک کمپر رو، کمپر به معنای واقعی کلمه، کسی که میره کمپ میکنه، حالا چه با در واقع آروی یا ماشین مسافرتیه، چه با موتورسیکلته، چه پیاده است یا دوچرخه، گفتگو بکنیم و شما رو مشتاق بکنیم که سفر بکنید. الزاماً داشتن کمپر معناش این نیست که شما میتونید باهاش سفر برید. اندیشه مهمه، یعنی با ذهن خودتون کار بکنید، روی ذهن خودتون، همسفراتون سفر بکنید. وسایلش کم کم فراهم میشه. جالبه هادی قبل از این که این ماشین رو بسازه وسایلش رو میگرفته، یعنی مثلا میرفته تو بازار موتور برق میخریده، نمیدونم پنکه میخریده، بخاری میخریده، بعد که رفته ماشینی گرفته همه اونا رو اومده گذاشته. ذهنش برای میگه 4 سال طول کشیده. آره دقیقاً. من قبلی که ماشین بگیرم میدونستم از چی میخوام بگیرم، برای 6 تن ساخته بودم، طراحیش که کرده بودم طبق طراحی وسایلشو مثلا میرفتم میگرفتم. خانمم میگفت تو هنوز ماشین رو نگرفتی. گفتم من ساختمش، ماشینش هم میگیرم، چون میدونم موقعی که آدم ماشین میگیره ذوق داره سریع تمومش کنه و سریع میخواد تمومش کنه. این هزینه ها کم میاره، وسایلی که استفاده میکنه یه خورده لولش پایین‌تره، ولی قبل ماشین بگیری میری بهترینش رو میگیری چون هنوز ماشین نگرفتی. و من تجربه برای یه چیزی مثل همین بود داشتم و این کار کردم، اومدم اولین بهترین چیزها رو که میخواستم گرفتم، بعد دیگه ماشینش هم گرفتیم. یه حسنی هم داره، البته من اینو تایید نمی کنم. حسنش اینه که شما الان یه پولی دارید، مازاد میرید، مثلا من یادم میخواستم کامیونتمو بسازم، موتور برق هیوندا بود 18 تومن، الان فکر کنم 70-80 تومن، اصلا نمیتونم تهیهش بکنم. خورده پولایی که میرید وسیله میگیرید، حسنش اینه که بعداً راحت ترید. ایرادش شاید این باشه اون زمانی که 2 سال قبل، 1 سال قبل، 3 سال قبل رفتید یه وسیله رو گرفتید، امروز که تو کمپر جا میدید شاید یه وسیله بروزتر اومده باشه، حتما قیمتش بیشتره اما کاربرد و کارایی شاید متفاوت باشه. دم شما گرم. تا گفتگوی بعدی، خداحافظ. اینجا رادیو کمپره.